بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم شاگرد عزیز، وقتتان بخیر. خوش آمدید به مجموعه درس های آنلاین شانس لندن اکادمی. امیدوار هستم صحت و کامل برخوردار باشه و درس های گذشته تان زیاد گرفته باشه. دکتر احمد زوبین کوهستانی هستم. امروز مضمونی که همراه شما مورد مطالعه قرار میدیم فصل دوم صفحه 13 بیولوژی صنف 11 است. درس های جدید تان را و درس و زمانی که شروع میشه موبایل، تلویزیون، هر آن چیزی که براتون مزاحمت میکنه را از پیش خود دور کنید و متوجه درس های جدید باشه. خب شاگردای عزیز، حالا که ما درس گذشته ما رو خوانده بودیم که حجره بود، امروز ما موضوعی که عنوان بحث ما در فصل دوم صفحه 13 ساختمان، خود ساختمان و استرکچر حجره است که حجره چه رقم ساختمان داره و استرکچرش چی است، از لحاظ وظیفه، شکل و از هر لحاظ ما رو مورد مطالعه قرار میدیم. توجهتون تا تخته میخوام تا ما درس براتون تشریح کنم. خب پیش از اینکه ما عنوان برنامه ساختمان حجره شروع کنیم، میخوایم بر شما یک حجره را برای خلاصه یک توضیح بدیم، تشریح بدیم. بعد از او بریم به عنوان برنامه ساختمان حجره که درس جدید ماست. خود حجره چی است؟ حجره بر دو قسمه که تعریف کرده بودیم، کوچکترین یا خردترین واحد ساختمانی وظیفه‌ای موجود زنده میباشه. یعنی ما بگیریم موجود زنده را به کوچکترین قطعه یا پارچه و یا هم قطعه عضوشان تبدیل کنیم، برنامه سل و یا هم اوجه نامیده میشه. خود عالمیم سر استرکچر حجره صحبت میکنیم. با وجودی که تعریف حجره از هر لحاظ بامدگه شباز زیاد داره، اما حجرات از لحاظ جسامت، شکل، داشتر و نداشتر هسته از همدیگه فرق میکنه. امروز ما براتون توضیح میدیم که چی فرق داره. حجرات از لحاظ جسامتشان، جسامت حجرات از لحاظ دوم بخشش، از لحاظ شکل و از لحاظ داشتن هسته، از این سه لحاظ حجرات از هم دیگه چی فرق داره؟ خود از لحاظ جسامت ما حجرات داریم که حجرات بزرگ است، حجرات کوچک است و حجرات بزرگ کدام حجرات است؟ حجرات است بزرگترین حجره بدن که است، حجرات عصبی است که طولشان تا یک متر هم میرسه. حجرات عصب است که تا یک متر هم طولشان میرسه. خردترین حجره بدن ما یا خردترین حجره که ما تاریخ کشف حجرات یک حجروی است و واحد حجروی است که مثالشان ما میتونیم از آمیبها را بتیم. حجرات از لحاظ شکل کدام شکل را داره؟ خود در مجموع حجرات و بدن که است به سه شکل است. اولین شکلش شکل مکعبی است، دومین شکل استوانه‌ای است و سومین شکل حجرات چندین ضلعی است. ای از لحاظ جسامت شد، ای از لحاظ شکل. و مهمترین بخشی که خود حجرات تا بالا دانشمندان سرش تحقیق کردن و تحقیقات هم جریان داره، از لحاظ داشتن و نداشتن هسته است. در این بخش حجرات به دو قسمت تقسیم میشه: حجرات یوکاریوتیک و حجرات پروکاریوتیک است. خود حجرات یوکاریوتیک و حجرات پروکاریوتیک از لحاظ داشتن و نداشتن هسته ما میتونیم تعریف کنیم. حجره یوکاریوتیک چی است؟ حجرات یوکاریوتیک از خود حجره از دو بخش گرفته شده. کلمه یوکاریوتیک، یو به معنای ابتدایی ساده و کاریون به معنای هسته. هی حجرات که از یا هسته ندارن و یا هم اگه هسته دارن هستهشان بسیار ابتدایی و ساده میشه. دهی حجرات میتوکندری که مرکز تنفس حجره است که انرژی تولید میکنند در حجره و همچون اجسام گلچی که پروتئین پکیج و بسته‌بندی میکنه، دهی حجرات دیده نمیشه و هی حجرات داره هسته بسیار ساده و حجرات بسیار ابتدایی میباشه. و همچنان حجرات پروکاریوتیک، پروکاریوتیک مانند یوکاریوتیک از دو کلمه گرفته شده، پرو به معنای حقیقی و کاریون به معنای هسته. این حجرات مانند دیگه سایر حجرات بدن که ما در بدن ما داریم دارای هسته حقیقی و هسته هست که تمام ارگانیزم های بدن در هسته موجود میباشه. هی حجرات کدام خاصیت داره؟ هسته حقیقی دارن، دارای غشا میباشن، سایتوپلازم دارن، تمام این چیزها رو در برخود دارن، میتوکندریا دارن، اسیار آریار دارن، به خاطر پکیج یا بسته‌بندی پرو تمام یا فعالیت های حیاتی انسان در حجرات یوکاریوتیک ما پروکاریوتیک ما میتونیم تماشا کنیم و یا هم ببینیم. و همچنان حجرات یوکاریوتیک است
حجرات ابتدایی است، حجرات پروکاریوتیک است، حجرات حقیقی است. حجرات پروکاریوتیک است در تمام حجرات شامل میشه به استثنای حجرات یوکاریوتیک. تمام حجرات بدن یا تمام موجودات حجرات پروکاریوتیک شامل میشه. و همچنان عنوان بعدی ما که از به صورت عموم حجرات یوکاریوتیک به چند بخش تقسیم میشه. خود حجرات یوکاریوتیک حجرات حقیقی به چند بخش تقسیم میشه، اینو همراهتان میخوانیم که با چند بخش است. حجرات یوکاریوتیک یا حجرات که بدن تمام موجودات داره، این حجرات که از ما بودن داره کدام بخش ها می باشه؟ یکی در خود انسان هاست و یکی در حیوانات. در انسان ها شامل کدام بخش است؟ شامل سل ممبران است که خود غشای حجره است. این غشای حجره که از پوش خود حجره چی کرده؟ کاور کرده خود حجره توسط از او پوشته شد. دومش که است سایتوپلازم است و سیومش که است نیکولاس و هم هسته میشه. این که است در انسان هاست. و در نباتات چی فرق داره؟ در نباتات فقط پوشش از هم دیگه فرق داره. در نباتات که است سلوار است، سایتوپلازم از خود سایتوپلازم است و نیکولاس هستش هم خود هسته میباشه. یک از بخش اولش در انسان ها و بخش دومش در نباتات میباشه که خود سل وال در نباتات که است این با چند بخش باز خود از این بنابه خود با سه بخش تقسیم میشه. پرایمری است. در پرایمری که است خودش از سلولوز ساخته شده. سیکندری است. در سیکندری که از در این قسمت یک دیوار است که در بین خود پرایمری قرار داره و در مایدلش که از در خود مایدل که از یک غشای بسیار نازک است که غیر سلولوزی می باشه و این دو داره احاطه کرده. یک غشای نازک غیر سلولوزی. یه غشای نازک غیر سلولوزی باشه. این بود حجرات پروکاریوتیک کلاسیفیکیشن و یا هم تقسیم بندیشان که امروز همراه شما ما خواندیم و معلومات اضافه شد. خب موضوعی که در تخته برتان گفتیم خدا کنه یاد گرفته باشه. حال میایم برتان کار عملی نشان میدیم که خود دیوار حجروی که ما نام بردیم که سلولوز است از چه رقم استفاده میشه و در ساختار استراکچر یک نبات چی نقش داره. خب حالا شاگرد عزیز ما برتان عمل نشان میتیم زمانی که ما سلولوز نام بردیم. سلولوز چی است و نقش از نباتات چی است؟ چی قسمت نبات سلولوز ساخته شده؟ کدام قسمت نبات خود اکسیژن میگیره؟ در کدام قسمت نبات عمل فتوسنتز صورت میگیره و یا عمل تبخیر صورت میگیره؟ قسمی که ما پیشرو ما یک نبات داریم که از انواع گل هاست. در این قسمت از ما سلولوز گفتیم سلولوز عبارت از قند چند قیمتی است که از سایتوپلازم ساخته شده. خود سلولوز سه لایه دارد در نباتات. زمانی که وقت ما یک نبات میگیریم قسمت سبزش که شما میبینید قسمت ساقش یا سه لایه تشکیل شده. لایه پرایمری داره، سکندری داره، مایدل داره. لایه پرایمری از یک از لایه اول است که یک دیوار سلولوزی تشکیل شده. در لایه سکندری از این لایه است که در خود سایتوپلازم منشأ گرفته و در بین لایه مایدل و سکندری پرایمری قرار داره. و آخرین لایه از لایه مایدل که است این از یک پارچه نازک ساخته شده که سلولوزی نیست، فقط دو لایه دیگر با هم دیگه ارتباط میده. خود در این نبات زمانی که ما نقش از سلولوز میبینیم زمانی که اکسیژن نبات دریافت میکنه و یا هم مثلا بردم آب دریافت میکنه او رو به دو بخش عمده تقسیم میکنه، یک بخش اکسیژن و یک بخش هیدروژن. و بخش اکسیژن رو به چی استفاده میکنه؟ زمانی که در شعاع آفتاب میتابه و نبات آفتاب میگیره توسط برگ خود، ایره در عمل فتوسنتز توسط اکسیژن یک جای میکنه و ایره انتقال میده به خود ساق نبات. ساق او رو انتقال میده به عملیه های متابولیسم. چی میکنه؟ عملیه متابولیسم بالا از انجام میده. و همچنان بعض مواد دیگر که کار داره مثلا منرال های ضروری است و غیر ضروری که با خود نبات ضروری میشه، کود کیمیایی که میباشه، این توسط ریشه میگیره با ساق انتقال میده. تمام عکس العمل هایی که هم از برگ میگیره و هم از ریشه میگیره و هم از خود گل میگیره، این تمام از این در کجا قسمت به متابولیسم میرسه تا نبات استفاده کنه؟ تمام از این در ساق نبات و
متابولیزم میرسد تا نبات از او استفاده کنه. همچنان بعضی از موادی که ضروری نیست، مثلا کربن دی اکساید چی میکنه؟ خارج میکنه. این از طریق خود نبات چی میکنه؟ خود نبات این را دفع میکنه، یا از طریق ریشه دفعش میکنه، یا از طریق خود برگ ها را دفع میکنه. پس ما در اینجا فهمیدیم که نقش متابولیزم در ساختار حجره، چی حجره انسانی باشه، چی حجره حیوانی باشه، وای هم چی مثل از این حجره نباتی باشه، ساختار بسیار ضروری داره که یک حجره ما بفهمیم که چی ساخته شده، از کدام لایه ساخته شده و چی وظیفه را انجام میده. این بود درس عملی که امروز براتون کار کردیم. حال توجهتان را میخواهیم با ویدیویی که با براتون آماده کردیم و شما معلوماتتون بیشتر شود. ساختمان حجره یا سل استراکچر. حجره کوچکترین بخش از انسان‌های، حیوانات و یا هم ارگانیسم‌ها از تمام حجرات سه بخش مشترک دارند. فرق نمی‌کند چه نوع حجره باشد، شامل دیوار حجروی که در بیرون حجره قرار دارد و حجره پوشانده، سایتوپلازم که یک مایع ژنتیکی است در حجره حرکت می‌کند و بخش دی ان ای که ژنتیک حجرات را انتقال می‌دهد. دو نوع از کاتگوری حجرات را ما داریم: حجرات پروکاریوتیک، حجرات یوکاریوتیک. حجرات یوکاریوتیک شامل ارگانل‌هایی هستند که دارای هسته می‌باشند. حجرات مخلوق پیچیده‌ای است که در نباتات و حیوانات وجود دارد. یوکاریوتیک حجرات هستند که هسته ندارند، دیوار هستهشان بسیار نزدیک است، اما خواص ژنتیکی را انتقال می‌دهند و همیشه دارای یک حجره می‌شوند. مثال خوب یا نمونه بارز از اونها را ما می‌تونیم باکتری‌ها را نام ببریم. باکتری‌ها، آرک باکتری‌ها و یو باکتری‌ها مثال از حجرات یوکاریوتیک هستند. ما درس برای شما با تخته‌ام نشان دادیم، عملی هم بر شما کار کردیم و یک ویدیو هم نشان دادیم. خدا کنه چیزی از او برداشت کرده باشه و کارخانه که با شما میدیم، شما میدید دوباره استرکچر حجره، ساختمان حجره خودتان معلومات پیدا میکنه که حجره انسانی چه رقم استرکچر داره، حجرات حیوانی چه رقم استرکچر داره و یا حجرات نباتی چه رقم استرکچر داره. ما کارخانگیتان زمانی که درس ها مکاتب شروع شد چک میکنیم و از شما کارخانگیتان هم میخواییم. امیدوار هستم که صحتمند باشین، موفق و پیروز و کامگار. و همچنان فراموش نکنید که تغذیه سالم باعث بهبود رشد و عملکرد ذهنی و جسمی تان میشه. تغذیه سالم در زندگی فراموش نکنید. و اگر شما کتاب ندارین یا قرطاسیه ندارین، میتونید با ما به تماس شید. ما به زودترین فرصت و در منزلتان کتابا را میرسانیم و شما میتونید از استفاده کنید. اگر شما سوال دارین، انتقاد دارین و پیشنهاد دارین، میتونید در کامنت همراه ما به اشتراک بگذارید، ما سوالاتتون را جواب میدیم. و همچنان صفحات اجتماعی ما را میتونید لایک کنین، شیر کنین و به همه برسانین. تشکر از توجهتان. روزتان خوش. خداحافظ.